در هفته گذشته با فراز بیشتر آشنا شدیم و با او در مورد رهبری پرستش گفتگو کردیم. این هفته فراز ما رو به استودیوی خونگیش میبره تا در اونجا بیشتر در مورد سبک‌های مختلف موسیقی در پرستش صحبت کنیم. اگه یادت باشه گفتم که من با سازهای سنتی یا همون سازهای تردیشنال ایرانی در واقع شروع کردم در ایران، مثل دف، مثل نی، مثل ستار. و وقتی که من رفتم وارد خانقاه شدم و تو اون فضا مخصوصا خیلی تشویق شدم به این فضای عرفان، وقتی که به مسیح ایمان آوردم به طرز عجیبی از این سازا فاصله گرفتم، به خاطر اینکه یک فضای سنتی ایرانی رو در پرستش مسیحی پیدا نکردم و گفتم همون سرودهای محدودی که توی کلیسای فارسی زبان بود ما به اونها بسنده می‌کردیم و باید اونها رو بیشتر می‌خوندیم و کمتر به این فضا پرداخته می‌شد، چون طبیعتاً از یک فضای خیلی غم‌انگیز، از یک فضایی که موسیقی سنتی ازش بیشتر صحبت می‌کنه، مخصوصاً با یک زمینه اسلامی ما وقتی موسیقی سنتی میپردازیم، این ذهنیت برای هر شخصی که به مسیح ایمان میاره به وجود میاد که در واقع باید از این سبک موسیقی فاصله بگیره و شروع کنه سبکای موسیقی دیگه ای رو از غرب جایگزین کنه، مثل سرودهای کلیسای انگلیکن، مثل سرودهای راک الان کلیساهای آمریکا و غرب. من واقعا مدتی طول کشید هانی جان که این احساس در خودم شفا پیدا کرد و متوجه شدم که ای بابا نه، من میتونم از این سازا استفاده بکنم، من میتونم از این فضای شیرین شرق، از این فضای یک چهارم پرده استفاده بکنم برای اتفاقا بیان احساسات خودمون، برای در واقع بیان عشقمون به خدا از این فضا استفاده بشه. ولی خب زمان برد و من متوجه شدم که میتونم دوباره این دف رو وارد پرستش بکنم، این ستار رو وارد پرستش بکنم. چیزی که تو دلم هست بگم، واقعا ما این نوت موسیقی رو، این روش، این سبک و سیاق پرستش رو خلاصه به چه چیزایی میکنیم؟ آیا واقعا به موسیقی به عنوان ابزاری برای بیان این عشق ازش استفاده میکنیم؟ مثلا غرب نمیتونه زیاد این عواطف رو بیان کنه چون خیلی خوب نمیشناستش. به طور مثال ما در سازهای استاندارد مثل پیانو، مثل گیتار، فاصله هر نوت موسیقی ساز نوت بعدی به دو تا نیم پرده تشکیل شده، غیر از فواصل نوت هایی که مثلا مثل می و فا نیم پرده هست. اما در موسیقی شرق یا موسیقی سنتی خودمون به این فاصله، همین میزان فاصله به چهار قسمت تقسیم شده. یعنی ما صداها و فرکانسایی رو بین این دوتا نوت داریم که مثلا در ساز پیانو شما پیداش نمی کنید. به همین میزان بعضی وقت ما آهنگای مثلا چینی میشنویم، یه صداهای عجیبی واو به گوش ما عجیبه، میگیم این چه صداییه، ولی یک شخص چینی اونا رو میفهمه، اون فرکانس ها رو درک میکنه، چون بیانگر یه سری خاطراته، بیانگر یه سری تاریخه. ما چرا باید اینا رو از موسیقی خودمون حذف بکنیم؟ چیزی که خیلی تو قلب من هست اینه که دوباره این فضای شرق بتونیم احیاش بکنیم در پرستش. آیا واقعا سرودهای ما میتونه مثلا از دف استفاده بشه، میتونه از ستار استفاده بشه، میتونه اون روح غم رو انتقال نده، اما میتونه از وضعیت حال خودش، عشق خودش، بحرانای خودش مطلبی رو بیان کنه تا اون شنونده بدون اینکه اصلا کلامی روی موسیقی ما باشه بتونه کانکشنی با اون نوت برقرار کنه؟ پر از حرفه، اصلا احتیاج به کلام نداره، بعد فضا کاملا اسرائیلی میشه، کمانچه میاد، عود میاد و
مثلا اگه از سبک راک شیطان پرستا دارن در غرب استفاده میکنن برای اینکه شیطان رو جلال بدن، ما از همون سبک راک داریم استفاده میکنیم برای اینکه خدا رو تو پرستش آمون دارن. دفعه میاد توش مولتی ترکه از زمینش میشه این تشنه روح تو هم روحت را جاری نما زمین خشک قلبم با روحت سیراب نما مشتاق روی تو هم رویت را بر من بتاب محتاج اگر در سوگ و سوگواری و نمیدونم غم و اندوه از سبک موسیقی سنتی استفاده می شده، از دستگاه نمیدونم چارگاه استفاده می شده، از دستگاه شور استفاده می شده، از دشتی استفاده می شده، چرا امروز ما شور و دشتی و نمیدونم چارگاه رو امروز برای مسیح به کار نگیریم و بتونیم عواطف و احساسات خودمون رو از طریق این دستگاه ها بیان بکنیم؟ و این چیزی که تو دل من خیلی بار هست، اتفاقا اگه با این دید نگاه بکنیم، مسیح خودش در میدل ایست به دنیا آمده، در خاورمیانه بوده و اتفاقا فضاهایی رو که بیشتر الان یهودیت بهش میپردازه فضاهای شرقه، فضاهایی که وقتی ما میشنویم ما ایرانی ها خیلی زود باش کانکشن برقرار میکنیم و میگم چرا اینا بعد از موسیقی ما حذف بشه؟ ما میتونیم کلامی رو از قلب یک ایرانی بلند بکنیم به واسطه نوتای موسیقی تا بتونیم اون احساساتش رو به طور دقیق بیان بکنه و این میتونه یک نوستالژیک باشه. چنان لحظه تو بنشستم که اغلوش رفت از دستم، نگاه تو بر دلم نقشی کشید که تار پودم را به آتش کشید، عطر میمونه. یک روز توی کلیسا بودیم، اولین بار بود که من توی کلیسا با خودم ستار آوردم. عشای ربانی بود، شام خداوند بود توی اون ساختمان کلیسا با اون معماری سنتی خودش، در میکروفون ستاری نواخته شد و یکی اصلا خود من کلیسا رو با رنگ و لعاب دیگه ای میدیدم و احساس میکردم ما تو خونه ایم، احساس میکردم این معماری دیگه الان مال منه، این معماری معماری غرب نیست، این معماری معماری صرفاً مفاهیم کتاب مقدسی نیست، احساس میکردم تمام مفاهیم این معماری در خاطرات من داره زنده میشه، احساس میکردم اینا به من تعلق داره. به روی زانوانم در حضورم مست آغوشت شدم پدر، در حضورم مست آغوشت شدم پدر. خانه همان خانه است، کوچه همان کوچه است، شهر همان شهر است و من. پس چطور این موسیقی میتونه ما رو در این مسیر پرستش کمک کنه؟ همان شهر است و من مدهوشم، این چه حسیست، این چه روزیست، این لطافت از چه روحیست، این چه حسیست، این چه روزیست، این لطافت از چه روحیست. هللویا، هللویا. ما توی مزمور کلمه ای رو میبینیم، مثلا پایان باب نوشته صلاح. معمولا وقتی این کلمه به زبان عبریه وقتی که خونده میشه، چون مزمور رو به شکل سرود میخوندن دیگه، یعنی تمام قوم وقتی میرسیدن به این صلاح باید سکوت میکردن و مفهوم این صلاح اینه که یعنی فکر کن تا الان داشتی چی میخوندی،
فکر کن الان چه چیزی رو داشتی به خدا اعلام میکردی و در مورد آنچه که میگفتی فکر کن و سکوت کن، تأمل کن، صبر کن. من میگم ما توی پرستشمون این خلأ رو احساس میکنیم. ما معمولا تو پرستش همش برای چیزی بگیم تا توجه خدا رو به خودمون جلب بکنیم. میگه پرستش یه ابزاری برای توجه جلب کردن خدا نسبت به خودمونه. ولی ما در این فرصت آیا در موسیقیمون، در پرستشمون این فاصله رو گذاشتیم؟ این اریا رو برای این نوع پرستش، برای اینکه سکوت کنیم، برای اینکه فقط یک موسیقی نواخته بشه و ما بتونیم مثل همون آیه غزل غزلها، محبوب من به بوسه دهان خود مرا ببوسه. ای محبود من، ای محبود من، ای محبود تو، محبود من هستی، محبود من. ما با این نوع تفکر میشینیم یک قسمتی رو پرستش بکنیم، یک موسیقی رو بشنویم. من شاید باورت نشه، من با یکی از کارهای مثلا موسیقی سنتی پرستشی کردم، باز مثلا آلبوم همایون شجریان، آلبوم نفرشته هم نه شیطان، یکی از ترک‌هاش هست که در مورد این صحبت میکنه که من بدون تو وضعیتم خیلی خرابه، اما تو بدون من مثل بهار میمونی، هیچ اتفاقی، یعنی این من هستم که نیاز دارم به تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. اینقدر موسیقی قویه، اینقدر شعر غنیه، من اصلا زمین بلند میشم، میرم با اون نوتایی که نواخته میشه، اصلا روح من، قلب من، همه چی دور عیسی داره پرستش میکنه. خب فرج جان، اشاره کردی که در گذشته به خانقاه میرفتی و سعی میکردی که اونجا خدا رو پرستش کنی. چه تفاوتی میان اون پرستش و پرستش در مسیحیت وجود داره؟ خب ببین، یه مرز خیلی باریکی هست و باید خیلی مراقبت کرد، به خاطر اینکه اتفاقی که میفته مردم ایران به خاطر مذهب زدایی شدنشون، به خاطر اینکه از مذهب بیزار شدن، به خاطر همین دنبال یه سبک و سیاق جدیدی هستن برای اینکه بتونن از طریق اون در واقع راه‌های به قول معروف دستیابی به کامیابی و سعادت رو پیدا بکنن، احساس خوبی داشته باشن. خب خیلیا سراغ مواد توهمزا میرن، خیلیا روش‌های دیگر انتخاب میکنن، خیلیا به دنبال عرفان رفتن. و اتفاقی که در خانقاه برای من افتاد این بود که من دنبال پر کردن این خلأ بودم و موسیقی که اونجا بود، فضای عرفانی که اونجا بود، در واقع تصوفی که اونجا بود، این رو باید یک تفاوت و تمیز اساسی بینش قائل بشیم با مسیحیت کاملا برگرفته شده از باید پایه کتاب مقدس باشه. من جایی شنیدم که میگفتن بعضی از گامهای موسیقی گامهای شیطانیه، آیا اصلا همچین تعریفی درسته؟ ببین، ما معمولا در نوت‌هایی که در پرستش استفاده می‌کنیم معمولا یک هارمونی باید به وجود بیاد. این نوت‌هایی که در یک هارمونی با همدیگه هستن، در یک موازاتی هم، در این نوت‌های همنوایی هستن که کنار همدیگه با هم نواخته میشن، اینو تشکیل یک فضا رو میدن، یه اتمسفیر رو میدن که برای شما یک رنگ و یک بوی رو ایجاد میکنه. خب بعضی از این گام ها هستن که فضایی رو ایجاد میکنن که ایجاد مثلا احساس ترس، نمیدونم، احساس بعضی مثلا رو موزیک های ترسناک ما اون فضا رو میشنویم، فضایی که برای ما فضای غریبی هست. من به این معتقد نیستم، من به این تفکر نیستم که یک سری نوت ها نوت های شیطانی هست، یک سری نوت ها نوت های مثلا مقدس هست. نه، ما در این فرکانس یک اکتاو در واقع
از هر نوتی میتونیم استفاده بکنیم، از همون نوتی که من دارم به قول معروف میگم این شیطانی، از همون نوت دارم استفاده میکنم برای بیان حقیقت نوت بعدی خودم. پس ما چه موزیک، نوع موسیقی، نوع نوت‌های رو میپسندیم، بیشتر بگم کلیسا میپسنده، که ملودی نمیخواد از هارمونی خودش سبقت بگیره و هیچ جنگ و جدلی اونجا بین ملودی و هارمونی وجود نداره. خارم از رو بر روی سلیم نفسهای آخر را میکشیم، پیش چشم دل باختگان فریاد آخر را میکشیم. و اونجا یک فضای خیلی آرومی آرامش بخشی به وجود داره، مثلا مثل سرود فیض عظیم مسیحا، هم کلمات کتاب مقدسی هست، هم فضا یک فضای آرومیه و ملودی داره ساپورت میکنه هارمونی رو، هارمونی داره ملودی رو ساپورت میکنه و با هم دارن جلو میرن و شما وقتی اینو میشنوی نگران پله بعدت نیستی. چون بنگرم بر صلیبت بینم آن فیض عجیبت، در زخم و رنجهای تو بر پیروزی یه مهیبت، بر فیض تو که جاری شد از خون و جسم تو عیسی اما وقتی یک موسیقی به وجود میاد، مثلا توی سبک راک یهو یه الکتریک گیتار میاد تو و مطلبی رو بیان میگیره و سبقت میگیره، این بیشتر من اینو به سلیقه برمیگردونم، این همون سبک و سیاقه. ما اسم و در واقع لیبل شیطانی به اینا نباید بزنیم، ما باید بگیم با چه سبک و سیاقی میتونیم، من با چه چیزی میتونم عواطف و احساسات خودم بیان بکنم، چه چیزی هست، نوتای موسیقی خدا به ما بخشیده، از همه چیز، مثل اینکه هفت تا نوت صدادار داریم و سکوت هم داریم، ما در سکوت میتونیم پیامی رو برسونیم، آیا میتونیم بگیم اینایی که صدا داره مقدس، اونایی که صدا نداره نامقدس؟ پس اینطور نیست، خدا موسیقی رو به ما داده، نوتا رو به ما داده تا ما بتونیم از شنیدن اونها لذت ببریم و بتونیم از آن چی که با لذت توی قلبمون هست به خدا تقدیم بکنیم. بنا کنیم بهرت تختی تا جلوس کنیم، سرود ها و ستایش و جلال نامت را هشکار نما روی خود را اکنون در میان ما، بوریم جلال بر تو، بوریم جلال بر تو، بوریم جلال بر تو ای پادشاه، فرز جان. الان که داریم راجع به سبک‌های مختلف موسیقی در پرستش مسیحی صحبت می‌کنیم، خیلی دوست دارم نظر تو رو راجع به سبک رپ در بعضی از سرودهای مسیحی بدونم، چون ممکنه یکم نظرات تو این موضوع متفاوت باشه. حالا باز برمیگردم به مسئله زمینه موسیقی. ما باید بدونیم راک از کجا بیرون اومده، موسیقی سنتی از کجا بیرون اومده، رپ از کجا بیرون اومده. این تفسیری هست که عموم در واقع مردم در مورد موسیقی رپ میکنن. حالا بگیم آقا اگه میخوای موسیقی رپ بخونی یا مثلا سبک رپ رو اجرا بکنی، رپ یه سبک موسیقی اعتراضیه، پس در نتیجه پرونده این موضوع رپ بسته شده. من واقعیت رو میخوام بهتون بگم، من به همچین چیزی اعتقاد ندارم. چرا؟ من گاهی اوقات پشت سازم که میشینم یک سبکی رو دارم اجرا میکنم که برای خودم غریبه، گاهی اوقات از خودم خجالت میکشم، میگم پسر این چه صدایی از خودت در میاری، این چه حالت خوندنیه،
ولی من میگم چرا ما باید محدود بکنیم خودمون رو و در یک چارچوب خودمون ببندیم؟ چرا نمیخوایم فضاهای جدید رو، پیامهای جدید رو، نوتهای جدید رو تجربه بکنیم؟ من معتقد هستم ما نباید فاکتور بزنیم و بگیم این موسیقی سبک رپه و این به درد پرستش ما نمیخوره. این من نیستم که تعیین میکنم چه چیزی میتونه قلب و روح و جان یک نفر رو لمس بکنه و برانگیزه برای پرستش خدا. ممکنه یه گروه پانک هستن که خیلی در موردشون قضاوت میشه، ولی الان این گروه پانک ها شروع کردن بشارت دادن برای کلیسایی دارن که برای خود پانک ها هست. وقتی توش میری همه مدل موها پانکی هست، تتو دارن، ولی بعد ببینید چه خدمتی میکنن، چه قلبی دارن و چه پرستشی داره اونجا تقدیم خدا میشه. ما باید بدونیم اگر ما تو آفریقا به دنیا آمده بودیم حتما نحوه پرستشمون متفاوت بود، احساساتمون، بیان و رقصمون، همه اینا تو پرستش متفاوت بود. حالا دلیل نداره که ما چون روی قسمت دیگه ای از جغرافیا هستیم یک نوع موسیقی رو قدغن بکنیم برای پرستش خدا. من فکر میکنم که ما باید آزاد باشیم، ما باید بتونیم از این موسیقی استفاده بکنیم برای تجربه فضاهای جدید. موسیقی یک دنیای عظیمیه، موسیقی سیاله و هیچ محدودیتی نمیتونیم براش قائل بشیم. باید اجازه بدیم درش حرکت بکنیم. من گاهی اوقات وقتی یه نوت نواخته میشه تو نوت یهو فضاهای دیگری میگیرم، برای خودم غریبه ولی باش ادامه میدم و شروع میکنم بالا به زبانها سرود خوندن، شروع میکنم به نغمه های روح، به صداهایی که از حنجره میاد بیرون برای خدا سرود خوندن که اینا رو تجربه نکردم، هیچ دستگاهی ننوشتتشون، هیچ تعریفی نشده. من آهنگ قبلی رو که واسه تو گوشم زمانی که نوت ملودیشو با فلوت زدم دل راه اینجا بود، افتادم زمین فقط گریه میکردم، یعنی نمیتونستم احساس کنم، همینجا اشک میریختم، نمیتونستم کنترل کنم خودمو، یعنی نوت داشت بر ارضا میکرد من. چرا ما باید مهر بزنیم و کاتگوری کنیم چون یه گروهی معترض مثلا این سبک خوندن رو داره، مثلا ما تو پس شما نباید نداشته باشیم؟ نه، منو جذب نمی‌کنه، ولی ممکنه تو یه قسمتی از کارها ازش استفاده بکنم و احساس بکنم این سبک اینجای کار من احتیاج هست و اتفاقا بخوادش. پس نباید مهر و لیبل زد، ما از همه بهترین رو باید برای خدا استفاده بکنیم تا بهترین رو بهش تقدیم بکنیم. سیم نام تو را ای سرور و پادشاه، بنا کنیم بهرت تختی، تاج و رس کنیم ایسا. سرود ها و ستایش و جلال نامت را آشکار نما، روی خود را اینو نرمیار ما، برافرازیم تو را ای سرور و پادشاه، بنا کنیم بهرت تختی. یکی از چیزهای خیلی مهمی که تو آهنگسازی هست و مخصوصا در قسمت پرستش، حالا چند وقت پیش با برادر و دوست عزیزم روزبه نجانجات صحبت میکردیم، روزبه یه آهنگساز فوق‌العاده است، همینطور یه شاعر فوق‌العاده. یکی از دلایلی که من سرودای روزبه رو خیلی دوست دارم و باشون ارتباط برقرار میکنم به خاطر این معمولاً شعر و آهنگ یا با هم ساخته شده، یعنی در آن واحد روزبه از روح قدس هم شعر رو گرفته هم آهنگ و ملودی رو، هم اونجا داره شکل میگیره و روح قدس داره اینا رو به هم چیکار میکنه شکل میده و همونجا کار ساخت. بعضی وقت خودمونم متحیر میشیم این چه جور داره میره جور و یهو ساخته میشه، این خود متوجه میشی واو اصلا من فکر نمیکردم کار به اینجا کشیده بشه و کار این شکلی در بیاد، چه احساسی. ولی گاهی اوقات من موسیقیاری گوش میدم مثلا تو ایران، میبینم صدای خواننده حرف نداره، میبینم موسیقی جدا گوش میدم میبینم عالیه، تنظیمو گوش میدم میبینم عالیه، ولی همه اینا با همدیگه مشکلی داره. یکی از بزرگترین مشکلات اینه که توی همین قسمت پرستش یا موسیقی بهتر بگم، اینا یه آهنگی رو از قبل آماده کردن و برای شعر میخوام بذارن. مثلا کلمه پنجره رو میبره به اوج، مثلا آهنگساز اون شعر رو مره دستش یک واژه‌ای به اسم پنجره میگه پنجره، اوج کار مثلا به جایی که اگر آسمان بود میگفتی آسمان، بعد اوجه
مثلا پنجره چه چیزی که تو این مثلا این کار رو اوج گذاشتی؟ ما باید لحن شاعر رو درک بکنیم. ما باید بدونیم اون شعر الان چی داره میگه، الان داره التماس میکنه، الان داره تمنا میکنه، الان داره درخواست میکنه، الان داره میطلبه، الان مصره، الان مشتاقه. همه اینا تو زبان موسیقی بیان شده. ما باید بتونیم با ظرافت اینو تو آهنگسازی بتونیم اون کلمات رو با اون نوت درست ادا بکنیم. میشه خواهش کنم بیای؟ درخواسته. اصلا با تنین صداتون شما میتونید این در واقع نوت رو، این درخواست رو عوض بکنید و احساسی که شنونده شما از این داره رو میتونه تغییر بده. پس ما باید تو موسیقی، تو پرستش هم باید این رول رو انجام بدیم. و روح القدس همیشه یک راهنمای فوق‌العاده است، یک سازنده بی‌نظیره. او خلق میکنه و من واسه همین واقعا وقتی یه آهنگ رو میسازیم دارم به این فکر میکنم. یکی از سرودایی که خواهرم سبا شاعر معاصر ایرانی هست ولی خب الان شاعر مسیحیه، برای عیسی مسیح شعر میگه، ایشون یکی از شعرهایی که گفته بود خیلی من خیلی زیبا بود. مثلا گفته بود جلال بر نامت ای صیاد دلهای پریشان. جلال بر نامت ای صیاد دلهای پریشان، تسلی بخش محرومان و هم یار ضعیفان. جلال بر نامت ای خورشید تابان درخشان، توی آرامی دل، قوت جان، نور ایمان. تمام من درخواست، تمنا، زیبایی، تمام احساس، لطافت داره بیان میشه که تو چقدر زیبا هستی. ولی حالا با یه لحنی میخواد توی بریج بره. بعد ما اینو بعد تشخیص بدیم که کدوم عاشق هست. حالا میتونیم اینو به شکلی شلیک بکنیم، بلند بکنیم که هیچ کس نیست. کدام عاشق صلیب عشق را بر دوش برداشت، حیات جاودان در تو ستم بر خود روا داشت. کدام عاشق به راه عشق فدیه نقد جان کرد، کجا جبران این عشق عظیمش را توان کرد. ستایش بر خدایی که جفا دید و وفا کرد، جهان را از گناهان پاک و از غم رها کرد. چقدر باید این کلمات رو بیان کرد. میتونیم یه سبک خیلی خشنتر بیان کنیم، میتونیم سوالی کنیم. باید آهنگ با ملودی دقیقاً تو یک هارمونی حرکت بکنه، یک مسیر رو حرکت بکنه. لطافت، سوال، پرسش، تمنا، التماس، همه اینا باید توی نوتا بیان بشه. و آهنگ‌هایی تاثیرگذار هست روی شخص من که از لحاظ موسیقی با شعر با هم عجینه. شعر همون چیزی رو مطرح میکنه که موسیقی داره بیان میکنه، نوت‌های موسیقی داره بیان میکنه. خب فراز جان، تقریبا به آخر صحبتامون رسیدیم. خیلی دوست دارم بدونم که پیام و آرزوی تو برای کلیسای ایران چی هستش؟ دل من این هست برای کلیسای ایرانی که هرچه بیشتر مسیح رو بشناسه، هرچه بیشتر مسیح رو زندگی بکنه و در این مسیر رشد بکنه. ما احتیاج داریم با عیسی راه بریم، با احتیاج داریم با عیسی هم کلام بشیم، احتیاج داریم که سکوت کنیم و عیسی با ما حرف بزنه. ما نیاز به سکوت داریم و دعای من اینه که کلیسای ایران در این سکوت روحانی رشد بکنه و هر روز در این حیطه پرستش به عمق‌های جدیدی از حضور خدا وارد بشه. آمین. ترس هر قدرت تویی، اول تویی. در طول 7 ماه تقریبا چیزی بین 60 تا 70 بار توی بیمارستان خوابیدم، یا حتی شده بود روزی 3 بار برم سمت بیمارستان. خب این چالشه. این اولین مسئله اینه که خب توی این سالهایی که ایمان آوردم واقعا نمیتونم بگم این پرستش همون پرستشه.